درود بر شما محمد شفی هستم از مجموعه پی سی وان در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در مورد اینکه چطور روی یک برنامه در پی سی دلتا پاسورد بذاریم فرض بر این بگیرین که شما یه برنامه رو نوشتین و یک پروژه رو تحویل دادیم و قرار هستش که دو ماه دیگه تصویر حساب با شما انجام بشه خب موعد مقرر میرسه و کارفرما مبلغ مورد نظر رو برای شما پرداخت نمیکنه در این جور مواقع شما میتونید با استفاده از تایمر یا کانتر سیستم رو بیاین و یه قفلی روش بذارین که بر اساس اون برنامه متوقف بشه و بعد از پرداخت مبلغ شما سیستم رو دوباره رو اندازی بکنید خب یک راه این هستش که شما از RTC استفاده بکنید به این صورت که ساعت داخلی PLC رو در نظر بگیرید و به زمان مشخص شده که رسید سیستم میاد و به قفل میشه که خب این روی همه پی ها قابل پیاده سازی نیست چون خیلی از پی ها هستن مثل 14 اس توی دلتا خب آر ندارم خب سوال بلافاصله اینجا پیش میاد که خب من برای این کار میتونم از اچ استفاده کنم اچ رو بیام ساعت رو با ماکرو منتقل بکنم به پی مثل پروژه‌ای که حالا ما آرتیسی نیاز داریم و سا... پی ال سی ما آرتیسی نداره این کارو انجام بدیم ولی خب یه مشکلی اینجا پیش میاد اونم اینه که اگر کارفرما متوجه این امر بشه مثلا شما گفتین که برج 3 2022 دو... سیستم قفل بشه خب اگر متوجه بشه میتونه ساعت رو ببره مثلا 2010 خب عملا اصلا دیگه به... میگه من تاریخ اچ رو نیاز ندارم از اون طرف مثلا خب این باعث میشه که هیچ وقت به 2022 نرسه و سیستم اصلا نشه پس این کارم خیلی زیاد شاید جالب نباشه بهترین کاری این هستش که شما از کانتر استفاده کنید یک خروجی که به در طول پروسه حتما باید فعال بشه یا یه مموری که حالا یه بخشی از برنامه هست رو میتونید در نظر بگیرید و از اون در برنامه استفاده کنید دقت داشته باشین که از خروجی های جانبی استفاده مثلا در ابتدای شروع هر روز مثلا یه نوار رو به صورت دستی بود فعال بکنه خب شما اگر اون رو در نظر بگیرین خب میگین که خب هر روز یه بار این فعال میشه من میخوام مثلا سی روز دیگه قفل بشه پس اگر مقدار کانتر از سی بیشتر شد مثلا این سیستم قفل بشه خب این زیاد جالب نیست چرا چون ممکنه اون سیستم به مشکل بخوره و بیان به صورت جانبی از بیرون مثلا یه کنتاکتوری بذارن که اون نوار فعال بشه و عملا دیگه اون باتونی که روی اچ وجود داره که زدنش باعث میشه که این نوار نقال فعال بشه از اون استفاده نکنم. خب عملا دیگه این به اون سی ای مثلا 15 روز کار میکنن بعد از 15 روز مشکل دار میشه خودشون یه کنتاکتور میزنن خب عملا دیگه کانتر بعدی و شماره بعدی اینجا اتفاق نمیافته یه چیزی که حتما در بسنه یا در وسط پروژه شما باشه و حتما باید مثلا یه جکی یه یه میکرو یا فرق نمیکنه یه چیزی که حتما باید فعال شدنش در کل پروسه باشه مثلا میگین امروز این سیستم مثلا حدودا مثلا پروسه که کار میکنه در طول روز این خروجی مثلا 20 بار فعال میشه من میخوام در روز دیگه سیستم قفل بشه میشه 10 تا مثلا 20 تا میگیم اولو مثلا 200 گرسیدی حالا ممکن دقیق همون روز قفل نشه یه دو روز یا چهار روز پنج روز یه هفته پس و پیش بشه به اون عددی که رسید در واقع سیستم قفل میشه حالا چیکار میکنیم این برنامه اجتماعی رو در نظر بگیریم من ابتدا میام توی به اصطلاح دی پی ساف یه مدلی از اچمای رو حالا مهم نیست مثلا 107 بی وی در نظر میگیرم یه برنامه رو ایجاد میکنم اینجا خب برای اینکه تعداد کانتر رو اینجا ایجاد بکنیم مثلا یه ام 1 رو اینجا در نظر میگیرم در نهایت شما میتونید همون سیستم خودتون که میخواد کار بکنه حالا مثلا یه خروجی چیزی رو میتونیم براش در نظر بگیریم خب اینجا میام یه اسمی براش مینویسم مثلا شمارش میگم که اینو که من زدم عمل شمارش رو بیاد انجام بده فونتش هم اگر بخوام میتونم بیام اینجا با تغییر بدم خب یه فونتی براش در نظر میگیرم اندازش رو بزرگتر میذارم خب این فعال بشه رنگش سبز رنگ میشه به صورت مومنتاری هم در نظر گرفتیم که مثل شستی باشه خب این میاد یه حافظه ای رو باید افزایش بده دیگه مثلا میگم یه حافظه ماندگار در نظر میگیرم که بعد از قطع برق مقدارش بمونه مثلا 420 خب اندازش هم اینجا میتونم بزرگتر بذارم که ببینم و بگراندش هم مثلا میتونم زرد کنم اینو مثلا میتونم ببینم تعداد شمارش شده خب تعداد شماره شده خب اینم میذارم اینجا اولا که تکستش رو میذارم سنتر و اینجا هاز میکنم و فونتش هم اینجا تغییر میدم خب اندازهشم یه مقدار بزرگتر میکنم که خانه باشه پس تعداد شماره شده شد این این هم که خود شمارش هستش خب یه دونه ریست هم در نظر میگیرم که مثلا به این عدد که رسید اینجا اینو میذارم ریست اون ام 1 بود اینو میذارم ام 2 این عبادت ریست رو برای خودم دارم میذارم چون میخوام به شما توضیح بدم اینو برای شما دارم در نظر میشم شما ریستی رو نباد اینجا در نهایت پروژه رو که اینجا خب اگر ریست باشه خب طرف میزنه سیستم ریست میشه دیگه اینو برای اینکه ما ممکن تکرار بکنیم برنامه رو ازش در نظر خب ریست هم در نظر شمارش ریست به این عدد که رسید حالا چی میشه یک سیستمی رو فعال میکنم مثلا اینم رنگش رو سبز در نظر میگیریم اینم مینویسیم چی سیستم مثلا قفل شده اینجا مینویسیم قفل غیر فعال خب اینجا البته رو حالت صفر باید بنویسیم غیر فعال رو حالت یک باید بنویسیم قفل فعال یعنی به اون عدد رسیدی شما فعال شدید اینم فونتشو یه مدار بزرگتر در نظر میگیرم اینجا خب اینجا فونتشو بزرگتر نوعش عوض میکنم قفل غیر فعال تا اینجا درست خب اینم یه مموری باش در نظر میگیرم مثلا میگم مموری 20 به عدد 20 که رسیدی به اون تعداد که رسیدی مموری 20 رو فعال بکن خب مموری 20 هم این حالت 0 و 1 قفل غیر فعال ق فعال حالا همینو میام برنامه شد توی PLC می نویسم میگم که لود کن مموری چند مموری یک مموری یک که دقت داشته باشین چون اینکریز میخوایم استفاده کنیم باید لبه بالا استفاده کنیم لبه بالا رونده آی کن دی 420 خوب این همون شمارش هستش اسمتون میتونم می بذارم cnt دی 420 رو میشموره حالا از لود کن مموری دو هم استفاده میکنم rst کن یا موف کن کای صفر رو تو دی 420 که ریستش کنه این هم میتونم بنویسم RST اس حالا اینجا میام مقایسه میکنم میگم لود کن مموری هزار ال دی بزرگتر دی 420 از چند مثلا دی مثلا کای ده به عدد ده که رسیدی اوت کن یک چیز و یه مموری رو مثلا مموری 22 رو من چند در نظر گرفتم اینجا مموری 20 مثلا میگم 22 به 22 که رسیدی این سیو میکنم روی دکستاب خب میگم به مموری 22 که رسیدی مموری 22 هم مثلا میگم لاک قفل هستش خب بعد میام اینجا یه دونه برای اینکه عملکرد برنامه رو نشون بدم مثلا میگم لود کن ام این سیستم مثلا استارت من هست اوت کن وای سفر. رو خب حالا به جای این MSF اس شما مموری استارت بذارین که این مموری استارت خودش در کل برنامه استفاده بشه استارت رو که زدم مثلا اوت کنه وای صفر اینا میگم مثلا اوت من هستش خب نات این وقتی که به عدد 10 که رسید نات این LDI مموری آی مموری 22 رو سر راه این وای صفر میذارم سیف صف. کامپال من دو تا مبدل استفاده کردم که میخوام همزمان PLC و HMI من آنلاین باشه خب برنامه رو دانلود میکنم به سخت افزار خب اینجا حالت آنلاینش رو دارم سی پی که روی حالت رانه اینم میذارم روی حالت آنلاین ببین چه اتفاق میفته الان چی الان چی هستش خب اول که ریسیت میزنم همه چی صفر بشه ببین عمل شمارش داره انجام میشه الان سه چهار پنج شیش هفت هشت نو گفتیم از ده بزرگتر چون نامساوی گذاشتیم اولا خود ده و شاملش نمیشه یازده که میشه ام دو فعال میشه حالا دیگه ام رو شما بخوایم بزنیم وای رو فعال نمیکنه من توی اچ ام میام این ام سفر وای رو هم در نظر میگیرم ببینید یه دونه اینجا مینتین میذارم مینویسم اینو استارت درسته استارت برای حالت ی... یکش میام چی در نظر میگیرم رنگشو مثلا این رنگ در نظر میگیرم که متفاوت باشه یه ذره فونتش هم تغییر میدیم اندازش هم بزرگتر میکنیم استارت که زدم عین همین اوت رو درسته این ایندیکیتوره دیگه این همین ایندیکیتور رو اینجا در نظر میگیرم خب عوض میکنم میگم خروجی غیر فعال درسته این همین میگم خروجی فعال برای حالت یکشم میام بلانک رو فعال میکنم که چشمک بزنه برای من خب سیف خب کامپال اه آها برای این آدرس در نظر نگرفتم ام و وای صفر بود ام صفر این ام صفره خب اینم وای صفر اینم وای صفر خب الان دیگه کامپایل نباید مشکلی داشته باشه خب دانلود نه دیگه ما. من به هوایی که سخت افسار داریم حالت آنلاین ببینید الان دیگه اینو میزنم M. رو که فعال میکنم وای صفر رو فعال نمیکنه چرا چون قفل فعال شده یعنی ام 22 فعال شده زمانی که ریست بزنم الان میتونم این کار رو انجام بدم ببینید وقتی که استارت فعال میشه خروجی فعال میشه تا کی تا زمانی که این سیستم بیاد و به 11 برسه ببین هنوزم میتونم فعالش بکنم به 11 که رسید دیگه باز دوباره شما نمیتونید خب این ریست رو که اینجا که نباید بذارین دیگه ریست رو در واقع شما باید خب یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم مثلا ممکنه که این سیستم وقتی که به عدد به این عدد که رسید به مموری 22 که فعال شد وای 0 رو مثلا میتونه ریست بکنه اینجا میتونم یه دونه بگم ام2 رو که زدم وای 0 رو به ریست کنه یعنی به جای اوت از چی استفاده کنم از ستوری ست تو استفاده کنم خب فعلا با اون کاری نداریم خب اینجا میام یه عددی در نظر میگیرم میگم که اگر دقت داشته باشین که اینجا بهتره که وقتی که 420 از 10 بزرگتر شد بیاد M ام 22 رو ست بکنه خب یا به جای ام 22 شما میتونید یه M بذارید که وقتی که این فعال شد ریتنتیو باشه یعنی تا زمانی که شرطش به برق... تا زمانی که مثلا اینو من میتونم بذارم 522 خب که ریتنتیو باشه خب هرچند اینم اگر نظری خود این 423 چون ریتنتیوه باز هم اینو فعال نگه میداره با این حال اگر خواستیم میتونید 522 هم استفاده بکنید که مثلا از 520 به بالا میشه چی؟ میشه خود این مموری میشه ماندگار نیازی نبود ولی با این حال من اینو گذاشتم چون 420 ما ریتنتیوه یعنی اگر اینم مموری هم, هم ریتنتیو نباشه مشکلی نخواهد داشت خب من اینجا پس میام این مموری رو میذارم به جای 22 میذارم 522 این تا اینجا حالا میام اینجا یه خط برنامه اضافه میکنم میگم اگر لود کن لود کن مموری هزار درسته یا اصلا هست دیگه اینجا لطک و مموری هزار هست همین شرط رو اینجا استفاده می‌کنم. میگم اگر اگر د یه دی کوچیک در نظر میگیرم مثلا میگم د دی سی اگر با کای مثلا 4، 3، 2 1 اگر برابر بود چیکار کن آراستی کن آراستی کن مموری 522 رو درسته؟ مموری 522 رو میام چیکار کار میکنیم؟ ریست میکنیم بعد کاری دیگه ای که انجام میدیم میام اینجا یه خطی اضافه میکنم میگم موف کن کای صفر رو تو دی 420 خود 420 رو هم ریست میکنم یعنی دیگه این شماره این کلا ریست بشه و اگر دی سی البته اینجا مساوی بود باشه دیگه دی سی اگر مساوی با این عدد باشه این اتفاق بیفته و اینم میام این بالا در نظر میگیرم میگم عمل شمارش رو که شما میخوای انجام بدی به شرطی انجام بده که این با هم دیگه این دوتا با هم مساوی نباشن یعنی نامساوی باشه LD نامساوی باشه یعنی برابر نباشه این عمل شمارش انجام بشه خب حالا همینو میام توی اچ ام هم اضافه میکنم چه کار کردم اونجا ببینید الان اومدیم این خط ریست در واقع باید پاک بشه دیگه دیگه ما ام دوی نداریم اینجا الان بهتون میگم که ام 2 رو چرا اینجا برداشتیم اینجا این ریست رو برش میدارم ریست نداریم یه, اسکرین خ... اضافه میکنم اسکرین دو خب اسمشو مثلا میذارم تنظیمات اینجا یه دونه از این اینجا مثلا صفحه تنظیمات من هست اسمشو میذارم تنظیمات خب اندازشم بزرگتر میکنم اینجا مثلا صفحه تنظیمات درسته؟ این صفحه تنظیمات خب توی این صفحه تنظیمات میدونم میتونم میام تو... می یه دونه نامریک میذارم اینجا خب اینو میذارم همون دی که اینجا استفاده کردم گفتن دی سی اگر با 4321 برابر باشه اینو میذارم دی سی خب دی سی اگر با به اصطلاح دی سی اگر با 4000 321 اگر برابر باشه این سیستم رو ریسیت میکنه خب اینو در نظر گرفتن اینجا میدونم گو توی سکرین میذارم که صفحه دوم برم یه دونه گو توی سکرین اینجا میارم اسمش ها مثلا میسم تنظیمات خب تنظیمات رو اینجا در نظر میگیرم فونتش رو تغییر میدم درسته اندازشم بزرگتر میکنم رنگش هم عوض میکنم که با اون یکی نباشه مثلا صورتی خب عین همین توی صفحه تنظیمات هم میذارم اینجا میذارم اینو میذارم اینو می اینور اینو میذارم صفحه اصلی حالا بعدا میتونید شکل هوم رو بهش اضافه بکنید دیگه اون ما خیلی وارد جزئیات نمیشیم چون زمان میبره صفحه اصلی خب اینم که اینجا این عدده هستش خب این صفحه تنظیمات باید بذاریم بگیم برو اسکرین دو توی صفحه دوم باید بگیم برو اسکرین یک خب اینجا درست شد خب توی این صفحه من دی سی رو گذاشتم حالا میام چیکار میکنم دی ای سی رو باید وارد کنیم خب میام اینجا برنامه پی ال سی رو آنلاین میکنم ببینید بعد میام برنامه اچ ببینید چه اتفاق میفته خب الان عددش صفره یک دو سه چهار ببین من صفحه تنظیمات میتونم برم و برگردم میاد و مقدارش میشه یازده الان قفل شد الان دیگه من اینجا استارتو بزنم خب، چرا، آها، دلیلش اینه که اینجا گفتیم مموری 522، این هنوز مموری 22 هستش، این ناته اینم من میذارم 522، الان باید مشکل حل شده باشه دوباره اینو آنلاینش میکنم خب، حالا میام تو برنامه HMI این هم میذارم روی حالت آنلاین خب الان 11 ببینید دیگه خروجی فعال نمیشه تا کی تا زم... خب تا زمانی که دیگه الان سیستم کار نمیکنه کارفرما پول شما رو پرداخت میکنه حالا شما بهش میگین برو تو صفحه تنظیمات و مقدار پسورد رو اینجا برای دی سی بذار 4 3 2 1 ببین چه اتفاقی میفته این کارو که انجام میده این دو تا برابرن میاد 500 مموری 522 رو ریسیت میکنه 420 رو هم مقدارش رو میاد چیکار میکنه میاد صفر میکنه. میکنه و اینجا دیگه چون مساوی هستش دیگه عمل اینکریز رو هم انجام نمیده بعد میگردم صفحه اول ببین مقدار تعداد شماره شده صفر شده و سیستم داره کار میکنه حالا عمل شماره رو هم که میزنم یعنی MSF که فعال میشه ببینید MSF که فعال میشه دیگه دی 420 نمیشونه طرف پول پرداخت کرده من پسورد رو بهش دادم و سیستمش در واقع این مموری غیر فعال شده ناتش شده سه و سیستم رو میتونه راه اندازی بکنه حالا یه بدی که اینجا داره اینه که وقتی که برق قطع میکنه دوباره وصل میکنه مقدار این دی مقدارش که 4 3 2, 1 ما گذاشتیم مقدار این میشه دوباره صفر چون صفره خب عملا دیگه این کار نمیکنه و این سیستم به کار خودش دوباره عمل کانتر رو انجام میده برای اینجا میام چیکار میکنیم این دی هم میام مقدارش رو یه ریتنتیو میذارم میگم 530 اگر 530 با این عدد اگر به صلاح برابر بود به این کار انجام پس اینجا هم عمل پسوردی که میخوام بذاریم 530 که طرف یه بار پسورد رو وارد کرد دیگه این مقدار پسورده چون ریتنتیو هستش دیگه پاک نمیشه و توش میمونه و دیگه عملا این عمل آی یا اینکریز دیگه اینجا انجام نشه خب من اینو پسورد اینو به اصطلاح دانلود میکنم خب بعد میام توی اینجا خب دی توی صفحه تنظیمات اینو میذارم سی که اینم ریتنتیو بشه خب تا اینجا درست حالا بعد از اینکه این سیستم در واقع برای اینکه حالا ممکنه که سلا طرف شک بکنه بیاد به این پاسپورت بده اینو شما در حالت عادی میتونید چیکار کنید توی این قسمت دیتیلز یه دونه به اینویزیبل داره اینجا اینو میتونید مقدار بدین مثلا حالا مموری هر عددی که میخواین میتونید در نظر بگیرید کی این فعال بشه زمانی که اینجا قفل میشه کی قفل میشه مموری 522 وقتی فعال میشه پس من اینجا میام اینو میدم آدرس اینویزیبلش می رو اینو میدم مموری 522 میگم شما تا زمانی که سیستم قفل نشده این نامری رو نشون نده خب ببینید من الان سیستم رو آنلاین میزنم ببینید برنامه PLC هم تغییراتی که دادیم و آنلاین زدیم میام توی برنامه اچمان ببینید عمل شمارش رو داره انجام میده ببینید تو صفحه تنظیمات شما بیاین این الان فعاله چرا فعاله چون مموری 522 که فعال نیست این مموری 522 باید اینویزیبلش برعکس باشه ببینید وقتی که این به عدد 11 که میرسه این این حذف میشه برای همین شما اینویزیبل رو اینجا باید برعکس در نظر بگیرین. حالا که اینجا مموری 522 که بهش میدیم میگه که مموری 522 باید ف... فعال باشه که من این عمل اینویزیبل رو انجام بدم پس من میام اینجا یه خط اضافه میکنم مموری 522 رو اینجا داشتیم عکسش میکنم و اون عکس رو میدم به به اصطلاح ببینید لود کن میموری 522 اوت کن مثلا ام یه امی که استفاده نکرد ام 60 حالا اینجا میام ناتش میکنم برعکسش میخوام استفاده کنم خب اینجا برنامه رو آنلاین میذارم دوباره چون اونجا گفته که وقتی شما فعال میشی من این اینویزیبل میکنم من میخوام زمانی که به فعال میشه نمایش داده بشه چون برعکس اومدم مموری 522 رو برعکس کردم یعنی نات کردم و دادمش مثلا به مموری 60 پس اینجا میام به جای مموری 522 از مموری 60 براش استفاده میکنم تا در حالت عادی در زمانی که ما هنوز در واقع سیستممون داره به عدد پسورد مورد نظر نرسیده این نامری که در واقع چی بشه ببین الان به عدد 11 رسیده اینجا این ظاهر شده اینو من میام مثلا میذارم 4 3 2 1 اینتر بزنم این کلا غیر فعال میشه یعنی در حالت عادی که این سیستم ببینید داره کار میکنه وقتی پسورد رو وارد کرد دیگه عملا اینجا دو که شما اینو ندارین که بخواین پسوردش رو تغییر بدین چون هم ماندگار هستش خب دیگه در حالت عادی دیگه در واقع عملا چون کار شما رو انجام داده دیگه دیگه نیازی بهش ندارین اینو میتونین حالا اینویزیبل رو داشته باشین یا نداشته باشین یا میتونین چیکار کنین یا میتونید که اینو در واقع این اینویزیبلش رو غیر فعال بکنید ببینید من اینو کلا اینویزیبلش رو برمیدارم خوب خب که اینویزیبل نداشته باشه شما میتونید این کار رو انجام بدید ببینید الان در حالت عادی هست دیگه ببینید اینجا که بیانی پسورده هست مثلا من صفر که بدم اینجا عمل شماره شو داره انجام این همیشه هست میتونی چیکار کنید؟ میتونی این بگین که این نمیخواد ویزیبل یا این ویزیبل بشه در حالت عادی فقط نمایشش به صلا به این صورت نباشه یعنی به جای اینکه شما اینجا بهش بیان توی دیتیلز بهش این بدین در حالت عادی بگین این رو نمایش نده خب وقتی میخواد نمایش نده نوعش باید اینجا چی باشه استایلش باید رو حالتی باشه که این عدد رو نمایش نده حالا الان ببینید من این کار که انجام میدم اون حاشیه دورش رو نمایش نمیده ببینید حاشیه دورش رو نمایش ولی این عدده این سفره رو به من نشون میده میتونم چیکار بکنم میتونم برای اینکه اونم نشون نده بیام اینجا و تکس رو مثلا رنگش رو بذارم سفید بگراندم هم سفید حالا هر چی که بگراند هست اونو انجام بدیم بعد اینو رو کوچیک میکنم خب کوچیک میکنم مثلا به اندازه که خیلی کوچیک بشه میذارم وسط نقطه Z خب یا نه بالای نقطه Z تنظیمات خب حالا سیوش میکنم ببینی آنلاین میزنم ببین چه اتفاقی میفته ببین الان سیستم داره کار میکنه خروجی رو من دارم میزنم تا سیستم کار میکنه میشه 11 11 که شد ببینی این دیگه کار نمیکنه وقتی که طرف پول رو پرداخت کرد شما بهش میگین بیا صفحه تنظیمات بالای نقطه ز اون که نمیدونه بالای نقطه ز نامریکی که این نامریک رو میزنه ظاهر میشه میگی 4 3 2 1 رو وارد کن ببینید اگر مثلا 4 3 2 مثلا من میزنم بازم این سیستم کار نمیکنه حتما باید پسورد درست رو این بالای نقطه ز که 4 3 2 یک هستش وارد بکنه تا این سیستم ریست بشه و دیگه میبینی که هر بار که شمارش انجام میشه هیچ تعداد شمارش اینجا اضافه نمیشه و سیستم هم داره کار میکنه حالا همین کار رو شما میتونید به جای یه دونه پسورد میتونید چند تا پسورد یعنی چند تا اگر مثلا شما چند تا چک دارین میتونید چند تا از این پسوردها در نظر بگیرین یا اینکه حتی میتونید یه کاری انجام بدین که مثلا بیاین به طرف بگین که برو وارد فلان صفحه بشو فلان عدد رو وارد بکن فلان عدد رو که وارد کردی اون به شما یه عددی میده اون عدد رو برای ما بخون ما یه پسوردی یه عددی بهتون میدیم شما وارد بکنید سیستمتون مثلا باز میشه که میتونی اینجا بیاین برای خودتون فرمول بنویسیم بگین خب این دی 530 که طرف وارد میکنه رو مثلا ضرب در یه عددی بکنید تقسیم یه عددی بکنید یه عدد اون که نمیدونه چه عددی یه عددی به شما میده بعد شما اونو بزنید توی فرمول خودتون بگین فلان عدد رو که وارد که بکنید مثلا یه چیزی کارای ریاضی که کار رو سخت بکنه و حد زدن عدد رو به سختتر بکنه حالا شاید خیلی دوستان میگه خب اگر طرف مثلا شک بکنه میتونه اینجا بیاد و خب مثلا چهار رقمی من بدن چهار رقم رو وارد بکنه و من به عملا به مشکل بخورم که برای اون موارد هم شما میتونی اینجا عمل اینکریز رو که داره انجام میده بیاد به جای اینکریز دی اینکریز استفاده کنید که حافظه دبل بشه ببینید دی اینکریز استفاده میکنم بعد حالا میتونم اینا رو بیام دی ال دی بذارم خب که مقایسه ای که انجام میده یه مقایسه بزرگتر باشه عددی که داره اینجا برای من این کار رو انجام میده عدد بزرگتر باشه ببخشید اینجا بیام پایین اینم نات نداشت اینجا هم که شما دارین خب این که ست دی اینکریز اینجا هم که میخواد موو بکنه باید دی موو بکنه چون هم... کلا میشه سی دو بی تی. خب حالا شما میتونید اینجا بیای عددی که وارد میکنی عدد بزرگتر وارد بکنی دیگه لازم نیست چهار رقمی وارد بکنی ببین شما اینجا مقایسه که اینجا انجام دادی یا مقایسه نامساوی که انجام دادی اینم میام من دابل میکنم حالا اینو simulation این عدد رو میام بزرگتر میکنم دیگه عدد چهار رقمی نخواهد بود من اینو کنسل میزنم به جای این چهار سه دو یک مثلا من این عدد رو میزنم چهار سه دو یک 1 دو سه چهار ببینید این عدد خیلی بزرگ شد از اون سی بزرگتر شده ولی چون دبل هستش میتونیم از این عدد استفاده بکنیم ببینید الان من اینو سیمولیشن میکنم ولی عددی که شما باید اینجا وارد بکنید ببینید الان عدد, عدد 4321 هستش پس این پاسورد درست نیست. اینجا میام این نامریکی که اینجا میخوام وارد بکنم نوعش رو دبل میذارم. میگم عددی که شما میخواین وارد کنین تا 10 رقم میتونی بذاری. من 8 رقم گذاشتم دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 10 رقم جا داره. این عدد حالا میتونید عدد بزرگتری رو قبول بکنه. ببینید من اینو کامپایلش میکنم. دیگه طرف چهار رقمی رو بشینه تست بکنه و مقدار بده دیگه به اصطلاح هشت رقمی رو که نمیتونه تست بکنه خب ببین این عمل الان شمارش رو اینجا فعال خب این داره کار میکنه خب میام اینجا خب این چرا نمیشموره بذار ببینم مشکل کجاه که مشکل رو برطرف طرف این به عدد ده اگر برسه مقدار این دی 500 رو من میذارم کای صفر خب حالا اجازه بدید اینجا ما تست کنیم بریم رو حالت آنلاین خب آنلاین رو که داریم اینجا آنلاین رو اینجا میارم خب الان داره میشموره خب ببینید این عددی که ما اینجا داریم چنده الان دوه باید برسه به یازده ببین الان که داره کار میکنه خب خب الان شد یازده این پسورده باید این عدد بزرگه باشه میام صفحه تنظیمات اینجا دیگه یک دو سه چار نیست دیگه یا مثلا یک دو سه چار نیست عددی که وارد میکنم یک دو سه نه نه چار سه دو یک یک دو سه چار این عدد رو وارد میکنم ببینید چار سه دو یک یک دو سه چار ببینید یه عدد خیلی بزرگ اینجا وارد کردم این عدد اوکی شد و خب الان چرا اینجا کار نکرد آها دلیلش این که اینجا من باید گفتم که دی 500 نامساوی اینجا من باید اینو وارد کنم دیگه 4 3 2 1 1 2 3 4 اگر این دوتا مساوی شدن بیاد اینو ریست کنم دقت داشته باشید که برنامه رو که وقتی می یه جایی که تغییر میدین این تغییرات رو همه جا اعمال بکنید خب من الان اینجا عدد چنده؟ الان عدد بله الان داره کارش رو انجام میده یه بار دیگه من عدد رو اینجا صفر میذارم خب این چون سی بیتیه باید به این صورت صفر بذاریم خب دوباره میارمش ببین این داره عمل شمارش رو الان انجام میده اینجا هم سیستم داره کار میکنه درسته؟ خب میام اینو میشمرم تا برسم به یازده حالا دیگه این سیستم کار نمیکنه. توی تنظیمات بالای نقطه Z من باید چند رو وارد بکنم اینجا نوشتم 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 یه عدد هشت رقمی اینتر که بزنم سیستم کامل ریسیت میشه و دوباره برمیگردم صفحه اصلی و این داره عمل استارت رو انجام میده اینجا شمارش هم کار نمیکنه. پس به این صورت شما میتونید چون عدد شما ریتنتیو یا ماندگار هستش برق اگر قطع و وصل بشه چون اون مموری ست شده و عدد حافظه هم در واقع حافظه ماندگار هستش عملاً سیستم دیگه کار نمیکنه از اون مموری که اینجا ست کردین سر راه شرط استارت استفاده میکنه و کلا سیستم قفل میشه مزیتی که این روش داره اینه که دیگه شما لازم نیست که تشریف ببرید پای دستگاه بخواید کابل بزنید سیستم رو ریسیت کنید یا کارهای مشابه انجام بدین چون خودش در واقع عدد رو یا پسورد رو شما از قبل اینجا ست کردین کافی که از این پسورده که اینجا وارد کردیم از این پسورده رو فقط شما توی پوشه مربوط به پروژه اون کارفرما فقط داشته باشین زمانی که به مشکل خورد ازشون درخواست پول بکنیم پول رو که پرداخت کردن فقط کافی که این پسورد رو بدین و جایی که باید اون پسورد وارد بشه که الان مثلا اینجا من بالای نقطه ز گذاشتم حالا ممکنه برنامه شما اچ HMM شما 20 صفحه داشته باشه این 20 صفحه زمانی که به اون به اصطلاح یک صفحه خاص رو در نظر بگیریم و به اون صفحه که رسید بیاد این کار رو انجام بده حتی میتونین خیلی کارهای جالبتر دیگه میتونین انجام بدیم مثلا میتونید یه باتون در نظر بگیریم خب من یه مثلا مینتین در نظر بگیرم بگم این مینتین رو توی دیتیلز برای زمان حد, حد زمان در نظر بگیریم مثلا سه ثانیه خب چهار ثانیه مثلا در نظر بگیری اینو بذارم تو یکی از گوشه های یکی از صفحات شما شاید بگین که این بالای نقطه 0 رو مثلا طرف تشخیص بده ولی اینو که دیگه تشخیص نمیتونه بده که مثلا اینم مخفی میکنم میذارم تو یک صفحه یک گوشه ای اینو باید چیکار کنه اینو حتما باید حالا پن... چهار ثانیه زیاده سه ثانیه مثلا گوشه یا وسط یکی از صفحات رو اگر اه... تاچ بکنه یه مموری فعال میشه این مموری این ناملیک رو نمایان میکنه و توی این نامریکه میتونه پسورد رو وارد بکنه پس عملا چون نمیدونه کجای صفحه چم 20 صفحه داره شما شما چون نمیدونه کجای صفحه چمای رو باید مثلا 3 ثانیه 4 ثانیه تاش بکنه نگه داره اصلا نمیتونه به این نامریکه برسه که بعد بخواد تازه این عدد 8 رقمی رو بخواد توی این نامریکه بخواد وارد بکنه و عملا دیگه امکان تست پسورد برای به کارفرما وجود نداره و مبلغ رو باد پرداخت بکنه و بعد شما این پسورد رو و روش استفاده از این پسورد رو بهش بگین تا بتونین در واقع سیستم رو باز بکنید و به کار خودش ادامه بده تا آموزش های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز باشید